سلام در درس های قبل راجع به عددها و عملیاتی که روی اونها میتونیم انجام بدیم صحبت کردیم یکی از این عملیات جمع عدد هاست اگه ما سه تا موز داشته باشیم و دو تا به ما بدن برای اینکه ببینیم حالا چند تا موز داریم چه کار کنیم بله اونها رو جمع میکنیم و معلوم میشه که الان ما پنج تا موز داریم ها؟ بابا موز با دوست کی خیال موز بریم سراغ محور لز. اگه بخوایم جمع سه به علاوه دو رو, رو روی محور نشون بدیم چه کار کنیم موسیقی. بله اول سه تا روی محور میریم جلو بعدش دو تا دیگه حرکت میکنیم به سمت راست خب به چه عددی میرسیم؟ عدد پنج میبینید چقدر راحت میتونیم دوتا عدد مثبت رو با هم جمع کنیم؟ ابا بگه ما همیشه عدد آور مصبته؟ یعنی ما نمیتونیم عدد های نا رو با هم جمع بکنیم؟ منظورت عدد های منفیه آره دیگه همون البته که میتونیم تو درس امروز اونو یاد میگیریم امروز میخوایم در مورد جمع عدد های صحیح صحبت کنیم عدد های مثبت یا همون عدد های طبیعی جزو عدد های صحیح هستن. اما همش نیستن عددهای صحیح همونطور که میدونید شامل عددهای مثبت، عددهای منفی و صفره با حذف صفر برای عمل جمع ما چهار حالت داریم یا یک عدد مثبت رو با یک عدد مثبت جمع میکنیم که قبلا یادش گرفتیم یا یک مثبت رو با یک منفی یا یک عدد منفی رو با یک عدد مثبت و در آخرین حالت هم جمع یک عدد منفی با یک عدد منفی اوه ای که خیلی زیاد شد نگران نباشید الان با چند تا مثال همشون رو یاد میگیرم در حالت اول که جمع دو عدد صحیح مثبت بود دیدید که ما با اضافه کردن هر مقدار در سمت راست محور به جلو میریم اما حالت دوم چطور؟ مثلا اگه به ما بگن عدد چهار رو با منفی سه جمع کن باید چه کار کنیم؟ <مزده> بله درسته عدد چهار مثبته پس باید چهار تا از صفر به سمت راست بریم بعدش چون سه منفیه باید برگردیم سمت چپ به سمت منفی ها خب جواب آخر میشه عدد یک حالا اگه بگن منفی سه رو با عدد چهار جمع کنید چی؟ درسته این همون حالت سومه جمع یک عدد منفی با یک عدد مثبت. در این حالت چون عدد اولمون منفی سه از صفر باید سه تا بریم سمت چپ بعدش چون چهار مثبت چهار تا میایم به سمت راست ببینیم جواب چی میشه جالبه بازم جواب عدد یکه بله یادتونه که این یکی از خاصیت های عمل جمعه که بهش میگن خاصیت جابجایی. یعنی فرقی نمیکنه اول شما منفی سه رو بنویسید و با چهار جمعش بکنید یا مثبت چهار رو بنویسید و بعد با منفی سه جمع کنید در هر دو صورت جواب یکی با. همونطور که می بینید برای اینکه ما حاصل جمع رو به دست بیاریم باید چند حرکت روی محور داشته باشیم تا به عدد مورد نظرمون برسیم به این حالت که چند بار روی محور حرکت می کنیم تا به یک عدد برسیم حرکت ترکیبی گفته میشه. در حرکت ترکیبی ممکنه دو بار، سه بار، چهار بار و یا حتی بیشتر از اینا روی محور حرکت کنیم تا به عددی که میخواییم برسیم حالا نوبت حالت چهارمه حالتی که دو عدد منفی رو با هم جمع میکنیم مثل اینجا دقیقا مثل قبل عمل میکنیم اول از صفر شروع میکنیم و شش تا به سمت چپ میریم چون عدد اولمون منفی ششه و بعد سه تای دیگه به سمت چپ میریم به اندازه منفی سه جواب میشه منفی نو خب که کاری نداشت میتونیم اینطوری بگیم برای نشون دادر اول جبروی بهتر همیشه از صفر شروع میکنیم با عددهای مثبت میریم سمت راست با عددهای برفی برمیگردیم سمت چپ هر جا رسیدیم میشه جواب بود بله درسته اینجا هر چهار حالت رو با هم روی محورها میبینی اپایو. این تو پای سیاه و سپید منو به یاد روش دیگه برای جمع عدت های صحیح هست فرض کنید یک ظرف خالی داشته باشید و تعدادی دایره سیاه و سپید پنج تا سپید و چهار تا سیاه هر دایره سپید معادل مثبت یک و هر دایره سیاه رو معادل منفی یک در نظر بگیریم. روی محور وقتی مثبت یک رو با منفی یک جمع می کردیم مثل این بود که یک قدم روی محور جلو بریم بعد یک قدم عقب بیایم. خب اینطوری انگار اصلا حرکتی نکردیم چون سر جای اولمون قرار می گیریم. یعنی حرکتمون صفر میشه. به عبارتی مثبت یک و منفی یک یا به بیان دیگه عددهای قرینه در جمع انگار که همدیگر را حذف و خونسا میکنن اینجا هم هر توپ سیاه و سپید همدیگر رو حذف میکنن خب اول توپای سپید رو میندازیم توی ظرف بعد از اونم تو پای سیاه رو از اونجایی که هر دایره سیاه با دایره سپید حذف میشه پس تنها یک دایره سپید برامون باقی میمونه که اون هم عدد مثبت یکه اینم از شکلش روی محور. اگر بگی اینا رو ازم کرو... خب اینا خیلی زیادن و روش شکل براشون مناسب نیست. روشو ببینم. یه راه حل بهتر به فکرم رسید. یه راه مناسب برای جمع عددهای بزرگتر. جمع عددهای صحیح با استفاده از جدول ارزش مکانی. میخوام با یه مثال براتون توضیح بدم با جمع دو عدد دویست و و منفی پنجا و جدول ارزش مکانی که یادتون هست بله این جدول در این جدول عددهای چند رقمی در ستونهایی که ارزش مقداری اونها رو نشون میده به شکل تفکیک شده اما یک رقمی نشون داده میشن و مقادیر اصلی اونها رو به ما یادآوری میکنن خب این جدول به ما میگه که عدد دویست و سیزده از دو تا ست تایی و یه ده تایی و سه تا یکی به دست میاد پس میتونیم بنویسیم دویست به علاوه ده به علاوه سه و عدد منفی پنج و دو شامل سه تا ست تایی منفی پنج تا ده تایی و منفی دو تا یک دونه یه. پس میتونیم اونم اینطوری بنویسیم صفر به علاوه منفی پنجاه به علاوه منفی دو. خب حالا راحت جمع میکنیم. سه مثبت و منفی دو میشه یک. جمع مثبت ده و منفی پنجاه میشه منفی چهل و در ردیف ست دویست به علاوه صفر میشه دویست. خب حاصل جمع ما میشه صد و شست به علاوه یک که میشه صد و شست و یک. حالا که با روش های مختلف جمع عدد صحیح رو یاد گرفتید آخرین نکته که میخوام براتون بگم اینه که چطور علامت حاصل جمع رو قبل از محاسبه حدس بزنیم و اون اینطوریه که اگه دو عدد مثبت رو با هم جمع میکنید جواب همیشه عددی است مثبت که اینو از قبل خودتون میدونستید اگه دو عدد منفی باشن جواب همیشه منفی خواهد بود چون حرکت ما همواره در سمت منفی هاست اما وقتی یک عدد منفی و یک عدد مثبت رو با هم جمع میکنیم چی؟ فکر میکنید علامت جواب رو چطوری میتونیم حدس بزنیم؟ جواب مثبت یا منفیه؟ خب در این حالت یعنی در جمع دو عدد صحیح که یکی منفی و دیگری مثبت بدون در نظر گرفتن علامت ها اگر مقدار مثبت بیشتر باشه پاسخ همواره عددی مثبت خواهد بود. و اگر مقدار منفی بیشتر باشه جواب همواره عددی منفی خواهد بود. بیایید با هم مطالبی رو که در این جلسه یاد گرفتیم مرور کنیم. یاد گرفتیم که در جمع اعداد صحیح چهار حالت داریم. یا دو تا مثبت رو با هم جمع می کنیم یا دو تا منفی رو یا یک مثبت و یک منفی رو که بنابر خاصیت جابجایی اینطوری هم میتونیم بنویسیم. همینطور یاد گرفتیم برای نشون دادن عمل جمع روی محور همیشه از صفر شروع می کنیم. با عددهای مثبت میریم سمت راست و با عددهای منفی برمیگردیم سمت چپ. هر جا رسیدیم میشه جواب عملیات جمع. در جمع با استفاده از شکل هم یاد گرفتیم که هر دایره سپید معادل عدد مثبت یکه و هر دایره سیاه معادل عدد منفی یکه. در هنگام عملیات هر توپ سیاه و سپید همدیگر رو حذف میکنن همینطور فهمیدیم که بهترین راه جمع عددهای بزرگ استفاده از جدول ارزش مکانیه در جمع با جدول ارزش مکانی با یه سیب گسترده عددها فکر کرده و سپس اونها رو جمع کنیم آخرین نکته که یاد گرفتیم این بود که جمع دو عدد مثبت همیشه عددی مثبته و جمع دو عدد منفی همیشه عددی منفیه. اما علامت حاصل جمع دو عدد که یکی منفی و دیگری مثبته، بستگی به مقدار اون عددها بدون در نظر گرفتن علامتاشون داره. اگر مقدار عدد مثبت بیشتر باشه علامت حاصل جمع مثبته و اگر مقدار عدد منفی بیشتر باشه علامت حاصل جمع منفی خواهد بود. اگر لازم دیدید یک بار دیگه فیلم ما رو ببینید و به یاد داشته باشید که بهترین راه یادگیری ریاضی تمرینه تمرین یادتون نره ممنون که همراه ما بودید خدا نگهدار شما